هدف اصلی جمهوری اسلامی ایران از دستیابی به توافقی در رابطه با برنامه هسته‌ای بیش از هر چیز خروج اقتصاد ایران از انزوا و بحران بود. تا چه حد برجام و تعلیق تحریم‌ها تونستند به وضعیت اقتصادی کشور کمک کنند؟ پرسشی است که کارشناسان در پاسخ به اون هم نظر نیستند. برخی معتقدند که مشکلات اقتصادی کشور ما برای تحریم هایی است که جامعه بین المللی وضع کرده بود. اخیراً در آمریکا پژوهشی در رابطه با اینکه چگونه سپاه پاسداران توانست بعد از برجام و تعلیق تحریم ها ثروتمندتر بشه منتشر شده که یکی از تهیه کنندگان آن آقای سعید قاسمی نژاده. آقای قاسمی نژاد خوش اومدین. در این پژوهش شما صحبت از غنی‌تر شدن یا ثروتمندتر شدن سپاه پاسداران در پیامد امضای توافق هسته‌ای یا برجام میکنید. بر چه مبنایی شما و همکارانتون به این نتیجه رسیدید؟ ببینید، سپاه پاسداران در واقع یک بخش مهمی از اقتصاد ایران رو کنترل میکنه در کنار آقای بنیادهای وابسته به آقای خامنه‌ای. سپاه پاسداران نفوذش در اقتصاد ایران از طریق سه نهاد اصلی هستش: بنیاد تعاون بسیج، بنیاد تعاون سپاه و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا. آقای خامنه ای و بنیادهاش که در واقع مهمترینشون ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان و آستانه قدس رضوی هستن، اونها هم سهم خودشون رو از اقتصاد ایران دارن. خیلی وقتا هم سپاه پاسداران و این بنیادهای وابسته به خامنه ای با هم همکاری میکنن. اگر شما مثلا به بورس تهران نگاه بکنید، یک چیزی نزدیک به 20% شرکت‌های بورسی، یعنی 20% ارزش شرکت‌های بورسی، اینها شرکت‌هایی هستند که یا سپاه پاسداران بیش از 50% در اونها سهم داره، یا اینکه هیئت مدیره رو کنترل می‌کنه، یعنی بیش از نیمی از صندلی‌های هیئت مدیره در اختیار سپاه پاسداران هستش. یه چیزی نزدیک به 5% دیگه در اختیار شرکت های وابسته به آقای خامنه ای هستش. شما سپاه پاسداران رو دارید در واقع بخش های از اقتصاد ایران که اینا به عنوان بخش های مرغوب اقتصاد ایران شناخته میشن، مثل نفت و گاز، مثل ساخت و ساز، مثل پتروشیمی، مثل مخابرات و ارتباطات، مثل صنایع و معادن. اینها بخشی از اقتصاد ایران هستن که در واقع بخشایی که پولساز هستن در اقتصاد ایران، و شما به هر بخشی این که نگاه میکنید، اینجاها سپاه پاسداران حضور جدی داره. در مثلا بخش بانک که من نگفتم، مثلا بانک انصار و بانک مهر رو دارید که بانک های خود سپاه هستن. در مخابرات و ارتباطات شما در واقع سپاه پاسداران رو به عنوان سهامدار اصلی شرکت مخابرات دارید. در بخش های در واقع صنایع و معادن به همین شکل هستش. در نفت و گاز شما در سال اخیر شاهد بودید که سپاه پاسداران در واقع مهمترین پیمانکار بخش های نفت و گاز بوده. در پتروشیمی شما سپاه پاسداران به همراه باقی نهادهای نظامی، اینها جزء مهمترین سهامداران بخش پتروشیمی هستن. اکثر پتروشیمی های ایران یا در اختیار وزارت دفاع هست یا در اختیار وزارت کار هستش. اون بخشی که در اختیار وزارت دفاع است، در واقع سپاه پاسداران از طریق نماینده‌ای که داره در اون صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، که بسیج هم اونجا هستش، نیروهای انتظامی سپاه هم اونجا هست، ارتش هم اونجا هستش، سپاه پاسداران اونجاها نقش داره. به همین دلیل وقتی شما نگاه می‌کنید، وقتی سپاه یک چنین سهم مهمی از اقتصاد ایران داره، گشایشی که در اقتصاد میشه طبیعتاً به سود سپاه خواهد بود به شکل جدی. خلاصه کنم، شما معتقدید که عمدتاً بنیادهای وابسته به بیت رهبری و سپاه پاسداران از برجام سود بردند و بخش خصوصی این توافقنامه زیاد بهش کمکی نکرد؟ ببینید، ایران بخش خصوصیش بسیار بخش نحیفی هستش، یعنی به سهم بخش خصوصی ایران سهم خیلی زیاد نیست. این رو خود مسئولین جمهوری اسلامی هم میگن، خود مسئولین جمهوری اسلامی هم به کبرات چه
وزیر اقتصاد، چه مرکز پژوهش مجلس، اینها بررسی کردن، دیدن که این خصوصی سازی که انجام شده، 10 میلیارد دلار اموالی که در اختیار قوه مجریه بوده، در واقع گفته میشه که خصوصی سازی شده. وقتی شما این رو بررسی میکنید، بیش از 80% این به همین نهادهای خصولتی که شما میگید رفته و اینها هم اکثرش یا نصیب در واقع سپاه پاسداران و بنیادهای وابسته به خامنه‌ای شده. آقای خامنه‌ای شده یک بخشش هم خیلی از این شرکت‌های تعاونی که وجود دارن در واقع نصیب اونها شده. اونها هم به یک نوع خصولتی هستن، ولی خصولتی وابسته به دولت هستن. یعنی ما در ایران بخش خصوصی به صورت جدی ما نداریم که بخوایم راجع به اونها صحبت کنیم. اون بخش محدود خصوصی هم که وجود داره، شما اگر که برید دقیق‌تر بررسی بکنید، چنان که مثلا در پرونده‌های مالی سال‌های اخیر روشن شد، اینها بخش خصوصی به معنایی که در همه جای دنیا هستن که نیستن. اینها هر کدوم در واقع وابسته به یکی از چهره‌های نظام هستن و به یک نوعی کارپرداز اونها حساب میشن. یعنی شما در پرونده‌های فساد مالی که داشتید، شما می‌دیدید که خب اینها وابستگی‌های جدی داشتن و بخشی از دولت آقای احمدی نژاد به اونها بدبستون داشتن و ظرف مثلا چند سال پولدار شدن. حالا قبل از اون دولت آقای خاتمی بود اینطور بود، قبل از اون دولت آقای هاشمی بود اینطور بود، و در تمام این مدت هم شما یک بخش خصوصی وابسته به آقای خامنه‌ای و سپاه رو دارید. یعنی شما شرکت‌هایی رو دارید که اگر که برید مشاهده بکنید، می‌بینید که اینها اگرچه خصوصی هستن و به نظر هیچ شما ردی پیدا نمی‌کنید که رسما مثلا ستاد اجرایی یا سپاه پاسداران درشون سهام داشته باشه. ما وقتی سهامداران و مدیران رو می‌بینید، اینها هم مدیران ارشدی هستن که با ستاد اجرایی و یا سپاه پاسداران کار کردن در تمام این سال‌ها. خب این اسمش که بخش خصوصی نیستش. این کل اقتصاد ایران رو این نهادها در واقع در اختیار داره. البته کارشناسان در رابطه با اینکه چقدر برجام و تعلیق تحریم ها بر مشکلات اقتصادی کشور تأثیر گذاشته و به حل اونها کمک کرده هم نظر نیستند. برخی معتقدند که مشکلات اقتصاد ایران ما برای تحریم هاست، ولی از خواندن این پژوهشی که شما در نگارش اون نقش داشتید، نظر متفاوتی دیده میشه. یعنی که برجام تونسته بسیار از مشکلات اقتصادی کشور رو حل بکنه. ببینید، واقعیت این هستش که وقتی که جمهوری اسلامی اومد پای میز مذاکره، جمهوری اسلامی رشد منفی 5-6% داشتش و حدس هم زده میشد که این رشد منفی بسیار بیشتر بشه. تورم دو رقمی داشت، تورم بالای 40% بود، بیکاری دو رقمی داشتش و دسترسی به منابع مالی نداشتش. یک چیز به ظرف 6-7 ماه جمهوری اسلامی با این مشکل مواجه می شد که نمیتونست در واقع قراردادهایی رو که تضمین کرده بود نمیتونست این پولش رو بده. مگه دسترسی به دلار بسیار محدود داشت جمهوری اسلامی. حالا شما به چند سال بعد رو نگاه کنید، رشد اقتصادی سال آینده در واقع یه چیزی بوده، رو شخصه همین سال امسال که در اون توش هستیم، یه چیزی نزدیک 4-5% تخمین داده میشه. حالا بسته به اینکه کی تخمین بدن، بین 4-6% تخمین زدن. تورم تک رقمی شده، بیکاری البته خیلی بهبود پیدا نکرده، ولی در نسبت به اون چیزی که معمولا جمهوری اسلامی داره وضعیت خیلی بدتر نشده. و شما شرکت های خارجی دارید که وارد ایران شدن و چیزی هم از برجام نگذشته. همه اینها در شرایطی هستش که جمهوری اسلامی اولا برنامه موشکیش رو با تمام توان داره ادامه میده، چیزی که در واقع ازش خواسته شده که انجام نده. در منطقه با تمام کشورهای اطرافش درگیر هست، نه تنها با کشورهای اطراف، در سوریه هم در واقع مشغول یک جنگ بزرگ هستش. همچنان از تروریسم حمایت میکنه و طبیعتاً شرکت‌های خارجی، بانک‌هایی که در واقع جریمه‌های سنگین پرداختن، شرکت‌هایی که دچار مشکل شدن، به این سرعت که وارد نمیشن علی‌رغم تمام این مطالب، به خاطر اینکه آقای کری و به خاطر اینکه خزانه‌داری آمریکا به کررات رفتن و به از این شرکت‌ها خواهش کرده و درخواست کرده که شما بیاید به ایران، برید به ایران، با ایران کار بکنید، شما احتمالاً شاهد این هستید که در واقع این بانک‌ها و این شرکت‌ها خیلی سریع‌تر از اون چیزی که
میباید اگر که میخواستن منطقی عمل کنن خیلی سریعتر از اون چیزی که میباید وارد اقتصاد ایران شدن. و این گلایه هایی که در واقع دارن واقعا خیلی خیلی غیر منطقی است. شورای در یک وضعیت بسیار بحرانی بود، از اون وضعیت در اومده و شرکت ها هم در واقع وارد ایران شدن. چون اسمی اگر که میخواد که شرکت ها هجوم بیارن به ایران، طبیعتاً باید دست از حمایت از تروریسم برداره، دست از این برنامه موشکیش برداره، دست از این که در واقع در کشورهای منطقه آشوب بکنه، درگیر جنگ داخل تمام عیار در کشور دیگه هستش. الان همسایه هاش رو تهدید به براندازی میکنه. همین یکی دو روز پیش آقای سلیمانی حتی تهدید کرد بودش عربستان رو به این که ممکن کشته بشه. و با این رفتار اتفاقا شرکت‌های خارجی بیشتر از اون چیزی که انتظار میره به ایران رفتن. فضای آمریکا در این روزها انتخاباتی است. در اولین مناظره هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ از 90 دقیقه 10 دقیقهش به ایران اختصاص داشت و به ویژه به پرونده اتمی. اگر بخوام نظر کاندیداها رو خلاصه کنم، خانم کلینتون معتقد بود که با برجام جلوی اتمی شدن ایران که چند هفته بیشتر فاصله با بمب نداشت گرفته شد، در حالی که آقای ترامپ بر این نظرند که یک کشوری که در حال نفس زدن بود با برجام تونست جان دوباره بگیره. به نظر شما حق با کدوم یک از دو کاندیداست؟ البته آیا هر کدومشون رئیس جمهور بشن میتونند برجام رو تغییر بدن؟ این هر آقای ترامپ به نظرم آقای ترامپ حرفای پرت پلو زیاد میزنه، اما در این مورد بحثی که کرده نظر درستی است. بنابراین جمهوری اسلامی تحت فشار جدی بود و دولت آقای اوباما میتونستش که این برنامه هسته‌ای رو در واقع شکل بسیار بهتری تمام بکنه. این اتفاقی که الان افتاده این هستش که در واقع یک فرجه‌ای گرفته شده، یک فرصتی گرفته شده که جمهوری اسلامی میتونه در این فرصت شرکت‌های خارجی رو بیاره، برنامه موشکیش رو تکمیل بکنه به حدی که در واقع بتونه اگر بعداً بمب اتمی داره اون سوار بکنه. چون برنامه موشکی دوربردی که جمهوری اسلامی داره هیچ معنایی نداره جز اینکه شما یا می‌خوای سلاح‌های کشتاری، شما می‌خوای سلاح‌های کشتاری جمعی اونجا داشته باشید، یا اینها سلاح شیمیایی هستش که باز اونقدر معنی‌دار نیستش، یا بعد سلاح اتمی باشه. در واقع اقتصاد خودش رو تقویت بکنه به قول آقای خامنه‌ای اقتصاد مقاومتی، برنامه اتمیش رو هم تکمیل بکنه و در یک بازه 10-15 ساله جمهوری اسلامی زمان دستیابیش به سلاح اتمی صفر خواهد بود بر اساس این چیزهایی که در این برجام نوشته شده، مگر اینکه بعد از 10 سال ایالات متحده بیاد و بخواد زیر اون قراردادی که امضا کرده بزنه و بخواد محدودیت‌های جدید بر جمهوری اسلامی وضع بکنه. بنابراین این چیزی که شما الان دارید ظرف 10-15 سال جمهوری اسلامی هر زمان که بخواد اراده بکنه بعد از اون میتونه بره و بمب اتم داشته باشه. برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی قانونی شده به این شکل. برای همین خانم کلینتون اشتباه میکنه در این زمینه. آقای ترامپ درست میگه. فرصتی که جمهوری ایالات متحده داشت برای اینکه در واقع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو یک بار برای همیشه در واقع متوقف بکنه و بسیار محدود بکنه، اون فرصت از دست رفته. ریاست جمهوری بعدی ایالات متحده در واقع تو کارهای زیادی میتونه بکنه برای اینکه کمک بکنه، حالا این قراردادی که بسته شده کمک بکنه برای اینکه نیروهایی که در واقع در ایران اینها خودشون بهشون میگن نیروهای تندروتر، اونها نتونن اینقدر سهم ببرن در این گشایشی که رخ داده به شکلی که الان دارن میبرن. فیلمثل میتونه فشار جدی روی سپاه پاسداران بذاره، سپاه پاسداران رو در تمامیتش تحریم بکنه، تمام هم خزانه داری هم وزارت خارجه سپاه پاسداران رو تحریم بکنن. میتونه در واقع بخشای مثل بخش وابسته به آقای خامنه‌ای و بخش و سپاه پاسداران افرادی که در اون دخیل هستن رو تحریم بکنه، هم به خاطر برنامه موشکی، هم به خاطر تروریسم، هم به خاطر حقوق بشر. باید در واقع شرکت‌های پوششی رو که اینها دارن تحریم بکنه. ما بررسی کردیم تا به حال چیزی نزدیک 200 خورده شرکت وابسته به سپاه پاسداران که اینها با عنوان شرکت‌های پوششی سپاه حساب میشن رو شناسایی کردیم. چیزی نزدیک 1200
مدیری هستن که در شرکت های وابسته به سکان پاسداران نقش دارن، اینها همه باید تحریم بشن. ایالات متحده برخلاف اون کاری که الان میکنه که میره به شرکت ها میگه که شما بیایید برید و با ایران همکاری بکنید، کاری که باید بکنه وزارت خزانه داری در واقع باید به شرکت ها هشدار جدی بده که ورودی که اگر به اقتصاد ایران وارد میشن در واقع دو دیلیجنس بر عهده خودشون هستش، باید دو دیلیجنس جدی بکنن برای اینکه ببینیم این شرکتی که باشه دارن کار میکنن شرکت پوششی سپاه پاسداران نباشه. اگر اینطور باشه به خاطر تحریم هایی که به سپاه پاسداران وضع خواهد شد اون شرکت ها باید هزینه بدن. این کارها رو اگر بکنه در واقع میتونه کمک بکنه برای اینکه این سپاه پاسداران نیروهای تند رو شرکت های بواسطه باقی خامنه ای کمتر بهره ببرند از این گشایشی که ایجاد شده. کمتر بهره مند شدن اینها طبیعتاً معناشون هستش که جا برای بخش خصوصی در ایران باز بشه. اگر که شما در واقع شرکت های وابسته به سپاه پاسداران اگر برید در بورس ایران و هر شرکتی که سپاه پاسداران توش سهام داره رو تحریم بکنید، سپاه پاسداران مجبور خواهد شد که در واقع پاش رو از اون شرکت رو بکشه بیرون، برای که دیگر سهام کسانی که در بازار در واقع سرمایه‌گذاری می‌کنن در اون شرکت سرمایه‌گذاری نخواهند کرد. سرمایه‌گذاری میره به سمت شرکت‌هایی که مشکل کمتر دارن، حالا خصوصی هستن یا درگیر تروریسم نیستن، و اینها کارهایی هستش که میشه کرد. من امیدوارم که در واقع دولت بعدی این کارها رو بکنه. خب اگر این تحریم‌هایی که شما پیشنهاد کردید رئیس جمهور آینده در مورد ایران وضع بکنه و کنگره ی آمریکا وضع بکنه، آیا بدون اینکه اروپا همکاری بکنه تأثیر آنچنانی خواهند گذاشت؟ اگر تحریم های قبلی پاسخ دادند به خاطر این بود که کل دنیا و به ویژه اروپایی از اون حمایت کردند. ببین، همکاری کشور اروپایی در بحث تحریم ها، شرکت های اروپایی به این دلیل همکاری نکردند با تحریم ها که حالا دولت هاشون خیلی نگران بودند. اون نگرانیه حتی اون مؤثر بود، شکی توش نیست که اگر دولت‌های اروپایی هم فشار بیشتر بگذارن طبیعتاً شرکت‌ها جای کمتری دارن برای اینکه بخوان دور بزنن این تحریم‌ها رو. اما نکته‌ای که هست این هستش که اقتصاد ایالات متحده و سیستم مالی ایالات متحده نقش مهمی در اقتصاد جهانی داره، حالا هنوز داره، شاید ممکنه که 50 سال بعد نداشته باشه. در این شرایط شک اگر که ایالات متحده در واقع مخیر بکنه این شرکت‌ها رو بین اینکه شما وارد اقتصاد ایران بشید یا پاتون از اقتصاد آمریکا جمع خواهد شد، من بعید میدونم که شرکت‌های اروپایی در واقع بخوان چنین انتخابی بکنن. ضمن اینکه در این شرایط ما توصیه‌مون این نیستش که چون در حال دولت آمریکا یک تعهداتی رو پذیرفته، ما توصیه‌مون نیستش شما به شرکت‌های اروپایی بگید که شما وارد ایران نمیتوانید بشوید به هیچ وجه. توصیه این هستش که به این شرکت ها در واقع شما بگید که شما اگر وارد ایران میشید باید خودتون بررسی دقیق بکنید که در واقع با چه شرکتی دارید همکاری میکنید، جنسی که میفروشید کجا استفاده داره میشه. اگر ما فردا بفهمیم که شما یک چیز فروختید و این در برنامه موشکی استفاده شده، این سر از حمایت از تروریست در آورده، این در شکنجه زندانیان سیاسی استفاده شده، این در کنترل و شمود تلفن ها و ایمیل های مردم ایران استفاده شده، اون وقت شما جریمه خواهید شد. و در این صورت من فکر میکنم که اون شرکت ها بسیار بررسی بیشتر خواهند کرد، خیلی هاشون نخواهند رفت. اونهایی هم که خواهند رفت، اونها میتونن قراردادی که این شرکت میبنده با شرکت ایرانی در واقع میتونه بندهای جدی داشته باشه برای اینکه اینها چطور استفاده خواهد شد، اون وقت شرکت ایرانی مجبور باشه که خسارت بده. به هر حال دنیا هم که اینقدر بی حساب کتاب نیستش که ما بعد این شرکت‌های اروپایی و آسیایی رو بتونیم بهشون فشار بذاریم و راضی بکنیم که در واقع این رو بپذیرن. و مهمترین ابزار فشار در واقع این هستش که دولت آمریکا این تهدید رو داشته باشه و این شما رو بالای سر اینا داشته باشه. با سپاس از همراهیتون. خیلی ممنون. خیلی روز خوبی داشته باشین.